اولین کنفرانس خبری حجت الاسلام و المسلمین، دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب، مشی اعتدالی دولت، اولویت حل مشکلات معیشتی مردم، رونق تولید، رد تعلیق غنی‌سازی و شروط ایران برای آمریکا. اگر احساس بشه حسن نیتی وجود داره زمینه متفاوت خواهد بود، اما همه باید بدانند که دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد. نشست سران گروه 8 در ایرلند شمالی زیر سایه بحران سوریه. روسیه اجازه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را نخواهیم داد. روسیه اقدام به ارسال سلاح برای دولت مشروع سوریه میکنه و این ارسال در تطابق کامل با هنجارها و قوانین بین المللی. ارتش را به خیابانها میفرستیم. دولت ترکیه تهدید کرد با فرستادن ارتش هم که شده معترضان را سرکوب خواهد کرد. به سازمان دهندگان اعتصاب امروز هشدار می‌دهم که اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. و در بخش ورزشی، ایران و کره جنوبی یک قدم تا جام جهانی برزیل. فردا عصر مسابقه حساس دو قدرت فوتبالی شرق و غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر شما بینندگان گرامی. اولین کنفرانس خبری رئیس جمهور منتخب با حضور ده ها رسانه داخلی و خارجی. در این کنفرانس که شبکه‌های مختلف خبری تلویزیونی با قطع برنامه‌های خود آن را به طور زنده پخش کردند، آقای دکتر روحانی به سوالات متعدد درباره سیاست داخلی و خارجی دولت آینده پاسخ گفت که عمده آنها مربوط به موضوعات سیاست خارجی بود. آقای روحانی در جواب سوالات مربوط به بحث هسته‌ای و غنی‌سازی و مذاکره با آمریکا گفت همه باید بدانند دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد و بر این مبنا ما آماده هستیم تنش‌ها کاهش پیدا کند. رئیس جمهور منتخب همچنین بهبود محیط کسب و کار و ساماندهی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را نخستین اولویت دولت تدبیر و امید دانست و گفت مشی دولتش اعتدالی و فراجناحی بوده و از همه نیروها استفاده خواهد کرد. موضوع سوریه، روابط با همسایگان، هدفمندی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز از دیگر موضوعات مورد سوال و جواب در اولین نشست خبری آقای روحانی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور صدها خبرنگار، تصویربردار، عکاس و دیگر عوامل و عناصر رسانه‌ای از داخل و خارج کشور در نخستین کنفرانس خبری آقای حسن روحانی نشان داد که ملت ایران و افکار عمومی جهان کاملا منتظر شنیدن دیدگاه‌های رئیس جمهور منتخب ملت ایران هستند. لازم می‌دانم از ملت بزرگ و هوشمند ایران به خاطر خلق این روزهای بیاد موندنی در تاریخ این کشور تشکر و سپاسم را تقدیم کنم. تنها یک انتخابات نبود، تنها یک حضور نبود، اعلام اعتماد بود، مشارکت فعال بود، آغاز فصل نو بود.
آقای روحانی با تشکر از رهبر معظم انقلاب، مراجع اعزام، علما، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی گفت ایران امروز نیازمند وحدت و همدلی است. آقای روحانی رئیس جمهور منتخب به مردم قول داد که به وعده‌های انتخاباتیش عمل خواهد کرد. ملت بزرگ ایران وعده‌های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد. دولت شما یعنی دولت تدبیر و امید طبق وعده در راه نجات اقتصاد کشور، احیاء اخلاق و تعامل سازنده با جهان با مشی اعتدالی اهداف ملی را دنبال خواهد کرد. اولین خبرنگاری که برای سوال از رئیس جمهور پشت تریبون رفت خبرنگار واحد مرکزی خبر بود. جناب آقای روحانی خسته نباشید، مبارکتون باشه. من از طرف مجموعه همکارانم در واحد مرکزی خبر صدا و سیما انتخاب و پیروزی شما را تبریک میگم. سوال من از جناب عالی این هستش که جناب عالی با شعار اعتدال تونستید اعتماد مردم رو جلب بکنید و در این انتخابات پیروز بشید. توضیح بفرمایید که مصداق‌های اعتدال تو عرصه‌های اقتصادی و سیاسی چه خواهد بود؟ بنده توضیح خواهم داد که چگونه ما میتونیم با مشی اعتدال به اهدافمون دست یابیم. مثلا به عنوان مثال، من به جای اینکه در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولت مستقیما مداخله کنه، بیشتر از انجمنها و تشکل‌های صنفی و تخصصی بهره خواهد برد و استفاده خواهد کرد و در مقام عمل هم تا جایی که امکان پذیر هست کار به خود مردم واگذار خواهد شد. رئیس جمهور منتخب سپس به تشریح دقیق‌تر راهکارهای خود برای حل مشکلات اقتصادی پرداخت. اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم و معیشتی مردم است. دوستان من در تلاش هستند، با دولت در تماس هستند، کمیته‌های مشترکی تشکیل خواهد شد برای اینکه به نیازهای فوری و آنی که مربوط به یکی دو ماه آینده است رسیدگی بشه و در مرحله دوم برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه‌ها. بخش‌هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه‌ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید. اگر این کار سامان پیدا کنه، اولین قدم ها برداشته خواهد شد و آثارش در همون ماه های اولیه در بازار خودش رو نشون خواهد داد. تعداد زیادی از سوالات خبرنگاران به روابط خارجی ایران در دولت جدید مربوط می شد. دولت جدید احساس می کنه فرصت جدیدی برای تعامل با سطح دنیا به وجود آمده و این فرصت رو مردم آفریدن. من امیدوارم همه کشورها از این فرصت استفاده کنند، چه اینکه استفاده از این فرصت منتج میشه به منافع متقابل. رئیس جمهور منتخب ملت ایران با اعلام مخالفت با تروریسم، جنگ داخلی و دخالت بیگانگان در سوریه نظر مردم این کشور را راه حل مسئله سوریه دانست. سوریه با رأی مردم سوریه، با نظر مردم سوریه حل و فصل خواهد شد. در سوریه اونچه موجب نگرانی مردم ماست جنگ داخلی است که باید پایان بپذیره، مداخلات خارجی هاست که باید پایان بپذیره. دولت که فعلا بر سوریه حاکمه تا انتخابات بعدی باید به عنوان دولت مورد نظر همه کشورهای جهان باشه. در انتخابات 2014 هم به هر حال هرچه رأی و نظر مردم بود، نظر مردم حاکم خواهد. آقای روحانی که در برنامه‌های تبلیغاتی خود اشتغال را مورد توجه ویژه قرار داده بود، در اولین کنفرانس خبری نیز حل مشکل بیکاری را از اولویت‌های خود خواند.
حل اساسی مسئله اشتغال با رونق اقتصادی است. یعنی اون زمانی که رونق اقتصادی درست شه و محیط کسب و کار بهبود پیدا کنه، مسئله اشتغال هم حل خواهد شد. البته یک مشکلاتی هم بخش‌های تولیدی ما داره، اهم از صنعت، کشاورزی یا حتی در بخش خدمات. دولت برنامه‌ریزی خواهد کرد که اون مشکلات رو قدم به قدم رفع بکنه و انشالله شاهد اون باشیم که در همون سال اول اولین آثار این مسئله رو ببینیم. هر روز انشالله رقم بیکاری تک رقمی شد، جشن کوچکی خواهیم گرفت و وقتی انشالله رسیدیم به نرم جهانی، جشن ملی خواهیم داشت انشالله. رئیس جمهور منتخب فعالیت‌های هسته‌ای ایران را کاملاً شفاف، قانونی و در چارچوب مقررات بین‌المللی خواند و با تأکید بر تلاش برای کاهش تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران گفت تنها کسی که از تحریم ایران سود می‌برد رژیم صهیونیستی است. همه ما می‌دونیم که این تحریم ظالمانه است و ملت ایران کاری نکرده که استحقاق تحریم داشته باشه. کاری که انجام شده قانونی و در چارچوب مقررات بین المللی بوده. اساساً من میخوام بگم استفاده از ابزار تحریم یک ابزار ارتجاعی است، دورش گذشته، مخصوصاً در شرایطی که در دنیای امروز حتی غرب با معضلات اقتصادی مواجه است و خود اونها میدونن که این تحریم به ضرر خود غرب هست. این تحریم اگر سودی داشته باشه برای اسرائیل داره، برای هیچ کس دیگر سودی در دنیا نداره و بنابراین اساس تحریم نمیتونه مبنای درستی داشته باشه. البته برنامه‌های هسته‌ای ما کاملا شفاف هست، اما ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. سوال دیگری که شاید در ذهن اکثر مردم هم وجود دارد بحث یارانه‌ها بود. پاسخ آقای روحانی خیال همه را راحت کرد. یارانه نقدی فعلی ادامه خواهد یافت برای ادامه مسیر. من از همین فردا مصمم هستم که یک کمیته مشترکی بین دوستان اقتصادی خودمون و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل بدیم برای اینکه بررسی بشه برای مراحل بعدی بحث یارانه. همان گونه که پیش بینی میشد، اولین خبرنگار خارجی که امروز سوال کرد به بحث هسته‌ای پرداخت. خبرنگار فرانس 24 پرسید آیا حاضرید غنی‌سازی را برای ادامه مذاکره با غرب تعلیق کنید؟ رئیس جمهور منتخب با لحن خاص گفت آن دوره دیگر گذشته است. دیگه اون دوره گذشته دیگه. الان ما در یک شرایط خاصی هستیم. من فکر میکنم ما خیلی راه‌های اعتماد ساز فراوانی داریم. مخصوصا شما که از فرانسه هستید، من لازمه به شما بگم که ما با آقای شیراک در مذاکرات سال 2005 به توافق نهایی رسیدیم که چگونه اعتماد بین المللی برای همه جلب بشه و در ایران غنی‌سازی ادامه پیدا بکنه. توافقی که با آقای شیراک کردیم میتونست راه حل نهایی باشه. سوال خبرنگار ایسنا در نوع خود جالب بود. آقای روحانی، نماد شما کلید بود برای باز کردن قفل‌ها. سوال من هستش اولین قفلی که کلید روحانی باز می‌کنه؟ ممنونم. اولین قفل باز شد. اولین مسئله سرمایه اجتماعی بود که مهمترین سرمایه است. به حمدالله سرمایه اجتماعی ارتقا یافت با حضور مردم، با مشارکت مردم،
و بعد از پیروزی و پایان انتخابات این شادمانی سراسری در سراسر کشور نشون داد که اعتماد مردم، مشارکت مردم و نشاط مردم نشان داد ایران باز هم برترین هست. خبرنگار یک روزنامه با اشاره به حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی درباره پاسخ به انتظارات احزاب اصلاح طلب پرسید. اولا من این نکته رو بگم که همه اونهایی که حمایت کردند من صمیمانه از اونها تشکر میکنم و سپاسگزارم، اما یادمون باشه که از امروز من رئیس جمهور منتخب همه مردم ایران هستم. و اون چه وظیفه من هست این هست که به خواست همه ملت ایران توجه کنم. بنده به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران اجرای قانون اساسی وظیفه‌ام هست و انشالله به این عهدم پایبند خواهم بود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی، مخصوصا فصل سوم قانون اساسی. رئیس جمهور منتخب در پاسخ به سوالی ورزشی برای تیم ملی فوتبال در راهیابی به جام جهانی آرزوی موفقیت کرد. سپس خبرنگار ایران سپید با سوالی خاص پشت تریبون قرار گرفت. سوال بنده اینه که آیا شنیده آکید از اینه که شما میخواهید درو کنید مدیران شایسته دولت دهم رو یا از اونا استفاده میکنید؟ والا ما گفتیم کلید داریم، داست نداریم. من این نکته رو عرض میکنم، دولت آینده دولت کارآمد و شایسته سالاری رو منات کار خودش قرار میده. همه اون عزیزانی که در این 8 سال کار کردن، تلاش کردن و شایسته هستن، مدیر شایسته هستن، در برابر اونها من تواضع میکنم، احترام میکنم، از اونها استفاده خواهد شد. البته اگر کسی اتوبوسی آمده باشه و بی بلیت آمده باشه دیگه حالا خودش بلیت نگرفت. خبرنگاری از منتخب ملت درباره نحوه مقابله با دشمنان ایران پرسید. آقای روحانی گفت دشمنان باید در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورند. ممکنه دشمنانی ما داشته باشیم و داریم البته، اما حد اکثر تلاش ما اینه که به دشمن بفهمانیم که ناچار است در برابر ملت بزرگ ایران سر فرود بیاورد، نه دشنه خود را نشان دهد. این هدف ماست و انشاءالله ملت ما در همین قدم اول این رو نشون داد با این حضور، با این قدرت. آقای روحانی از تلاش برای بازگشایی انجمنهای صنفی خبرنگاران و اهالی مطبوعات سخن گفت. رئیس جمهور منتخب همچنین دولت آینده را دولتی فراجناحی و شایسته سالار خواند و گفت دولت آینده دولت فراجناحی خواهد بود، یعنی در اون دولت همه نیروهای شایسته از اعتدالگرایان، اصلاح طلبان، اصولگرایان حضور خواهند داشت. هیچ محدودیتی در این زمینه نخواهد بود. خبرنگار شبکه MBC از آقای روحانی پرسید وزارت خارجه آمریکا به شما تبریک گفته و می‌خواهد وارد مذاکره مستقیم با شما شود. پاسخ شما چیست؟ اولا اینکه آمریکایی‌ها همونطور که در بیانیه الجزایر قید شده باید تصریح کنند در امور داخلی ایران هرگز مداخله نخواهند کرد. ثانیاً تمام حقوق حقه ملت ایران و از جمله حقوق هسته‌ای رو به رسمیت بشناسند و ثالثاً سیاست‌های یک جانب گرایی رو و یا زورمداران رو نسبت به ایران کنار بگذارند و البته با این شرایط زمینه آماده میشه
اگر احساس بشه حسن نیتی وجود داره زمینه متفاوت خواهد بود، اما همه باید بدانند که دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد. مردم عزیز ایران، دولت تدبیر و امید، دولت صلح، سلام و آشتی خواهد بود. همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند. عدالت یعنی فرصت برابر. باید تحریم ظالمانه برداشته بشه. این سلطه طلبی آمریکاست که داره این کار رو میکنه. این تحریم اگر سودی داشته باشه برای اسرائیل داره. ما تحریم را خواهیم شکست. دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد. از امروز من رئیس جمهور منتخب همه مردم ایران هستم. قدردانی نمایندگان مجلس از حماسه ملت و تبریک به رئیس جمهور منتخب. 225 نماینده مجلس در بیانیه‌ای از حماسه پرشور مشارکت ملت در انتخابات تجلیل کردند. در این بیانیه با بیان اینکه ملت شریف ایران با خلق حماسه سیاسی در 24 خرداد بار دیگر میثاق پایدار خود با آرمانهای امام و شهیدان و همچنین پیروی همگان از رهبر معظم انقلاب را جلوه‌گر کرد، این پیروزی را به جناب آقای دکتر حسن روحانی و مردم تبریک گفتند. نمایندگان مجلس همچنین با عنوان اینکه از این پس فصل جدیدی برای ساختن کشور بر پایه عقلانیت، ثبات و بهره‌مندی از توان همه نیروهای سیاسی معتدل جریان‌های مختلف درون خانواده انقلاب دارند فراهم شده، بر آمادگی خود برای تعامل با رئیس جمهور منتخب تأکید کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای جلسه امروز ضمن تبریک پیروزی ملت و انتخاب آقای روحانی آمادگی مجلس را برای همکاری با دولت جدید اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جمهور منتخب انتظار دارد اولا دولت جدید از افراد توانمند و با تجربه و متدین و متعهد شکل یابد تا از اندوخته تجربه و تخصص خود بهره جسته و در جهت حل مشکلات و معضلات فعلی با توانمندی مناسب فعال شوند. ثانیاً همان گونه که برای همگان روشن است و در صدر نظرات تبلیغی همه کاندیداهای ریاست جمهوری به خصوص آقای دکتر روحانی جلوه‌گری می‌نمود، دولت آینده مبنای اقدامات خود را اجرای قانون بگذارد. امروز بیش از هر زمانی نیازمند عزم جدی در جهت رونق تولید ملی هستیم و کنترل تورم و بهبود شرایط اشتغال به این مهم بستگی دارد. مجلس شورای اسلامی در این زمینه ها آمادگی دارد به رئیس جمهور منتخب و دولت جدید مدد رساند و همکاری صمیمانه ای در شکل گیری دولت جدید و اقدامات برنامه ریزی شده آنان بنماید. پیام‌های تبریک مقامات خارجی. نخست وزیر پاکستان در پیامی به آقای حسن روحانی انتخاب وی را به عنوان رئیس جمهور کشورمان تبریک گفت. نواز شریف در پیام خود آورده است مشتاقانه در انتظار همکاری نزدیک با رئیس جمهور منتخب مردم ایران است. چین نیز انتخاب آقای حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور جدید ایران تبریک گفت. وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرده این انتخاب فرصتی برای پیشبرد روابط سالم و با ثبات دو کشور باشد.
رئیس جمهور لبنان هم در پیامی انتخاب آقای حسن روحانی را به سمت رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. میشل سلیمان در این پیام بر گسترش روابط دو کشور تأکید کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان نیز با ارسال نامه‌ای پیروزی دکتر حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفت. امام علی رحمان با اشاره به سابقه و دورنمای روابط ایران و تاجیکستان تأکید کرده مناسبات حسنه‌ای که تاکنون بین دو کشور شکل گرفته از این پس هم رشد و توسعه یابد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم در پیامی با تبریک پیروزی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفته باکو برای مناسبات موجود بین دو کشور اهمیت زیادی قائل است. سایه بحران سوریه روی نشست G8. 8 کشور صنعتی جهان به ایرلند شمالی رفتند تا در نشستی دو روزه درباره مسائل مختلف با هم مذاکره کنند. اما بحران سوریه به این نشست کشیده شده. رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مشترکش با نخست وزیر انگلیس که پیش از نشست در لندن برگزار شد، ارسال سلاح به دولت قانونی سوریه را در چارچوب قوانین بین المللی اعلام کرده. صدر اعظم آلمان هم دوباره هر گونه تأمین تسلیحات برای تروریست های سوری را رد کرده و گفته گروه 8 باید درباره حل و فصل سیاسی بحران سوریه با هم تعامل کنند. دیوید کامرون هم گفته در این نشست آنچه می توانیم انجام دهیم فشار بیشتر برای برگزاری کنفرانس صلح ژنو است. از طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرده کشورش اجازه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را نخواهد داد. چند وقتی است برخی از مقامات آمریکایی احتمال ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه را مطرح کردند که با استقبال کشورهای مخالف حکومت سوریه مواجه شده. وزیران خارجه ایران و مصر هم دیشب در گفتگوی تلفنی بر لزوم حل بحران سوریه از راه سیاسی تأکید کردند. اگرچه نشست سران گروه 8 در سایه تدابیر امنیتی شدید در ایرلند شمالی امروز شروع شد تا راهی برای فرار از بحران اقتصادی پیدا بشه، اختلاف اعضای این گروه بر سر بحران سوریه به موضوع اصلی این نشست مبدل شد. روزنامه ایندیپندنت امروز نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروزش با نخست وزیر انگلیس خطاب به حامیان غربی شورشیان سوری گفت دست‌های شما به خون مردم سوریه آغشته است. فکر نمی کنم باید از کسانی حمایت کنیم که اعضای بدن دشمنشون رو در مقابل دوربین می خورن. شما می خواهیم به اینا سلاح بدین؟ پس این ربطی به حقوق بشر نداره که اروپا شعار میده. دیوید کامرون هم در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت کاملا درسته که عناصری از مخالفان اسد غیر قابل اعتماد، بسیار خطرناک و افراطی هستند. من با اونها کاری ندارم و دلم میخواد از سوریه رانده شن. اونها با القاعده ان. Many other people think that's nonsense and that very likely Al-Qaeda will get the weapons. خیلی معتقدن این ادعا بی اساسه و میگن به احتمال زیاد اسلحه های غرب به دست القاعده میرسه. کیم سکومتا دبیر دفاعی و دیپلماتیک روزنامه ایندیپندنت هم خطر حمایت نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه رو از شورشیان سوری جدی خواند. Now it's not just problem in Syria. این سیاست غرب محدود به سوریه نیست. به لیبی اشاره میکنم یا مالی که فرانسه به اونجا لشکرکشی کرد. موشک هایی که در مالی علیه فرانسوی ها استفاده شد از زرادخانه های قذافی در لیبی روبوده شده بود. اختلاف جدی در ارسال اسلحه به شورشیان سوری فقط محدود به اجلاس سران گروه 8 نیست، بلکه 80 نماینده مجلس انگلیس امروز در نامه‌ای به کامرون رهبر حزبشون با ارسال سلاح به شورشیان مخالفت کردند. روزنامه دیلی تلگراف هم امروز به همین اختلافات اشاره کرده. به نقل از شهردار لندن نوشته که ارسال سلاح به شورشیان سوری یک دیوانگیه. حالا سوال اینه آمریکا، انگلیس و فرانسه آیا از جنگ‌های عراق، افغانستان و لیبی درس نگرفتن؟ We will be then repeating the mistake we made in
افغانستان ما داریم همون اشتباهو مرتکب میشیم که در افغانستان صورت دادیم که با دادن جنگ افزارهای غربی اسامه بن لادن رو تقویت کردیم. به گفته رسانه‌های انگلیسی اگرچه نشست گروه 8 تاکنون به عنوان مهمترین نشستی یاد میشد که به رهبران جهان امکان میداد که از نفوذ خود در تصمیم گیری های مهم استفاده کنند، اکنون تحلیلگران بر این عقیده‌اند که گروه 8 دیگر نماینده کشورهای قدرتمند از نظر سرعت رشد و یا شرایط اقتصادی نیست. اسماعیل فلاح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، لندن. اما از حواشی نشست گروه 8 بشنوید که تظاهرات امروز مردم این منطقه علیه اجلاس گروه 8 به درگیری با پلیس انجامید. شهر بلفاست که میزبان اجلاس گروه 8 است، از چند روز گذشته با وجود تدابیر امنیتی شدید صحنه اعتراضات ضد سرمایه‌داری است. معترضان همچنین تعطیلی زندان گوانتانامو را فریاد می‌زنند. حل سیاسی بحران سوریه هم بخش دیگری از درخواست معترضان است. تا حالا حداقل 8 معترض بازداشت شدند. سران گروه 8 باید به دنبال راه حل سیاسی برای بحران سوریه باشند و اکنون ارسال سلاح به سوریه فقط به بدتر شدن اوضاع و خشونت ها منجر می شود. دولت ترکیه میگوید در صورت ادامه اعتراضها ارتش را به خیابان‌ها می‌فرستد. یک روز پس از درگیری‌های مجدد میان پلیس و مخالفان دولت ترکیه، این کشور برای اعتصاب عمومی آماده می‌شود. درخواست اعتصاب در واکنش به اخراج صدها تظاهرکننده مخالف دولت از پارک گزی در استانبول مطرح شده. اخراج شب گذشته تحصن کنندگان از پارک گزی پس از بیش از 2 هفته تحصن در آن مخالفان را به شدت خشمگین کرده. نخست وزیر و وزیر کشور ترکیه تهدید کردند اعتصاب سرکوب خواهد شد. در 21مین روز اعتراضات در ترکیه پلیس همچنان میدان تقسیم شهر استانبول رو در محاصره خود داره و در مراکز ورودی اون چند ایست و بازرسی ایجاد کرده. در آنکارا هم تمام 4 گوشه میدان کزیلای در مرکز شهر پلیس‌های ضد شورش مستقر شدند. دوشنبه هم قرار بود اتحادیه‌های بزرگ کارگری ترکیه ضمن اعتصاب سراسری یک روزه در میادین اصلی شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر تظاهرات کنند، اما در آنکارا و استانبول با وجود غیرقانونی دانستن این تجمع از سوی وزیر کشور، اما همونطور که میبینید اعضای این اتحادیه ها تجمع خودشون رو آغاز کردن، اما با ممانعت پلیس تجمع اونها ادامه پیدا نکرد و پلیس با استفاده از وسایل ضد شورش تجمع اونها رو متفرق کرد. از سوی دیگر معمر گولر وزیر کشور ترکیه به سازمان دهندگان این اعتصاب هشدار داده و گفته به منظور حفظ نظم پلیس نظامی به بخشایی از شهر اعزام کرده ایم. اعتصاب اتحادیه‌های کارگری غیر قانونی است. به سازمان دهندگان اعتصاب امروز هشدار می‌دهم پلیس نظامی به بخشایی از شهر استانبول برای حفظ نظم اعزام شده است. من اعلام می‌کنم که اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. کارگران شهرداری روز دوشنبه تلاش گسترده‌ای برای پاکسازی مناطق اطراف میدان تقسیم آغاز کردند و حتی مقامات استانبول یک ایستگاه مترو در میدان تقسیم را نیز بازگشایی کردند. این در حالیه که معاون نخست وزیر ترکیه تهدید کرده است که برای جلوگیری از تجمع‌های احتمالی در استانبول و سراسر ترکیه ارتش رو وارد عمل می‌کنه. آرکاداشلار، پلیس در بو ülkenin yabancısı değil. هیچ کس نمی‌تواند از پلیس شکایت کند و چنانچه نیروهای پلیس کافی نباشند، از نیروهای مسلح ترکیه نیز در شهرها با نظارت استانداری‌ها استفاده می‌شود. محمد صابری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، میدان کزیلای، آنکارا. نگاهی دیگر بار بر عناوین اصلی. اولین کنفرانس خبری حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب.
مشی اعتدالی دولت، اولویت حل مشکلات معیشتی مردم، رونق تولید، رد تعلیق غنی‌سازی و شروط ایران برای آمریکا. اگر احساس بشه حسن نیتی وجود داره، زمینه متفاوت خواهد بود، اما همه باید بدانند که دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد. نشست سران گروه 8 در ایرلند شمالی زیر سایه بحران سوریه. روسیه اجازه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را نخواهیم داد. روسیه اقدام به ارسال سلاح برای دولت مشروع سوریه میکنه و این ارسال در تطابق کامل با هنجارها و قوانین بین المللی. ارتش را به خیابانها میفرستیم. دولت ترکیه تهدید کرد با فرستادن ارتش هم که شده معترضان را سرکوب خواهد کرد. به سازمان دهندگان اعتصاب امروز هشدار می‌دهم که اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. و در بخش ورزشی، ایران و کره جنوبی یک قدم تا جام جهانی برزیل. فردا عصر مسابقه حساس دو قدرت فوتبالی شرق و غرب آسیا. نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم نهایی شد. روند نظارت بر رأی‌گیری و شمارش آرا چگونه بوده است؟ این دوره از انتخابات شوراها چه تفاوتی با دوره‌های قبل داشت؟ و در نهایت اهم وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا چیست؟ رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور پاسخ می‌دهد. امشب در گفتگوی ویژه خبری ساعت 22:45 دقیقه شبکه 2 سیما. زنگ کنکور 92 هفته آینده به صدا در می‌آید. سازمان سنجش اعلام کرد کارت جلسه کنکور هفته آینده از طریق اینترنت توزیع می‌شود. کنکور مشترک دانشگاه‌های سراسری و آزاد روزهای ششم، هفتم و هشتم تیر برگزار خواهد شد. این روزها باد به پرچم سازمان سنجش می‌وزه و این سازمان هم مقدمات برگزاری کنکور سراسری رو فراهم می‌کنه. توزیع کارت ورود به جلسه آزمون اولین قدمی راست. کارت ورود به جلسه از روز یک شنبه دوم تیر ماه، لقایت روز چهارشنبه پنجم تیر ماه و روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده خواهد شد. کنکور طی 3 روز و از اواخر هفته آینده آغاز میشه. داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح پنجشنبه ششم، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعد از ظهر پنجشنبه ششم، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه هفتم، داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعد از ظهر جمعه هفتم و داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی هم انشالله در صبح شنبه هشتم تیر ماه در آزمون شرکت خواهند کرد. امسال حدود 1,082,000 نفر در آزمون سراسری شرکت کردند. 17,297 نفر نسبت به آمار داوطلبان سال گذشته این آمار افزایش پیدا کرده، که البته درصد شرکت داوطلبان زن برای اولین بار کاهش پیدا کرده. 59.42% داوطلبان زن و 40.58% داوطلبان مرد می باشند. همونطور که اطلاع دارید امسال کنکور دانشگاه آزاد حذف شده و قراره که با کنکور سراسری یک جا برگزار بشه. روی حساب داوطلبایی که دوست دارن در دانشگاه آزاد هم شرکت کنن باید تا 12 مرداد که نتایج اولی کنکور اعلام میشه صبر کنن. اون وقت باید برن سایت دانشگاه آزاد ثبت نام کنن. بیشترین جمعیت داوطلبان کنکور 92 رو گروه علوم تجربی با 507,000 داوطلب به خودش اختصاص داده. سازمان سنجش تدابیری در نظر گرفته که سالن‌هایی که برگزار میشه با توجه به فصل گرما است و تیر ماه هم میشه، اوج گرما میشه، حداقل جایی باشه خنک بشه، کولر داشته باشه، امکانات طبیعی هوا داشته باشه. میتونیم قبل از برگزاری آزمون این حوزه‌ها رو در اصل کاملا بازدید بکنیم. اگر نقص یا نقیصه‌ای هست
گزارش بشه به سازمان و پیگیری بشه و نتایج نهایی کنکور نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد. تالار شیشه‌ای بورس تهران پربازده‌ترین بورس جهان با 25% بازدهی. رشد بورس تهران در سه هفته گذشته حدود 6.77% بوده، در حالی که تمام بازارهای آمریکا در این مدت با رشد منفی همراه بودند و بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه هم یک دست رنگ قرمز داشتند. شاخص‌های بورس تهران امروز با 515 واحد رشد از 48,000 واحد گذشت. تکتوک مثبت همش نه. همش که نمیشه مثبت باشه. خیلی روزا خوبه ماشاءالله. دو سه روز خوبه اینا. چرا علتش چی؟ اون به خاطر همه انتخابات بوده دیگه. ثبات به نظر میسه بیشتر شد. فعالیت بورس تهران در سال 92 با شاخص کل 38040 واحد شروع شد و امروز 48000 واحد رو پشت سر گذاشت. بر اساس اعلام آمار بلومبرگ در هفته اخیر بورس تهران پربازترین بورس جهان بوده. تنها در 3 روز کاری 2661 واحد رشد شاخص رو شاهد بودیم. شنبه 952 واحد، یک شنبه 1195 واحد و دوشنبه 515 واحد رشد شاخص ثبت شده. انتظارات سرمایه گذارها از انشالله شرایط اقتصادی آینده انتظارات مثبتی هستش. امید به آینده بهتر. بازار دیده مثبتی پیدا کرده، یعنی خوشبین شده به وضعیت صنعت و تولید در مملکتمون. با توجه به اینکه شرکت‌ها اکثرشون مجامعشون تو همین تیر ماه معمولا برگزار میشه و سودهای قابل توجهی اکثر شرکت‌ها پیش بینی کردن برای سال‌های آینده، یکی از دلایلش اینه. چه صنایعی باعث رشد شاخص‌ها شدن؟ شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های معدنی فلزی و شرکت‌های پالایشی تأثیر خوبی تو رشد شاخص تو روزهای اخیر داشتند. توصیه همیشگی کارشناسان بورس اینه زمان تصمیم‌گیری خرید و فروش سهام بر احساساتتون غلبه کنید و آگاهانه تصمیم بگیرید. در حال حاضر یه مقدار احساسی عمل می‌کنن، چه توی خرید و چه توی فروش. سهامداران بورس بر اساس سهام شرکت‌هایی که دارن در 3 ماه اول امسال سود خوبی نصیبشون شده، چون بورس تهران در 3 ماه اول امسال بازده بیش از 25% رو تجربه کرده. جلوگیری از قاچاق با سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند. مجلس در بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد به منظور نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز سامانه الکترونیکی ایجاد شود. لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای محترم نگهبان. نمایندگان مجلس امروز با بررسی مجدد موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت خود را با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند. کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود. نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند سامانه الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید. بر اساس این مسببه هر گونه دسترسی غیر مجاز به اطلاعات این سامانه ها جرم محسوب میشه و مرتکب از 6 ماه تا 2 سال به حبس محکوم خواهد شد. طبق ماده 19 این قانون مجازات ها درجه بندی شدن از درجه 1 تا درجه 8، لذا این بحث 6 ماه تا 2 سال به هیچ عنوان منطبق با هیچ کدوم از اون بندها نیست. تداخل معنی نداره چه قانون جدید دیگه. در ادامه جلسه مجلس رسیدگی به سایر مواد این لایحه را به ارائه مجدد گزارش کمیسیون اقتصادی موکول کرد. غیر از مواردی که تصویب رسیده است بقیه موارد ارجاع شده. جوابی وزیر خدمت شما هستیم آقای دکتر، بفرمایید. مجموع اقدامات شرکت دخانیات هست. امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان در خصوص اجرا نشدن مصوبات قانون برنامه پنجم در مورد دخانیات در مجلس حضور یافت. علارغم افزایش مصرف در داخل کشور، این مصرف مازاد از طریق افزایش تولید داخلی تأمین شده. با توضیحات وزیر نمایندگان سوال کننده قانع شدند.
امروز همچنین با حضور رئیس مجلس از نمایندگان و کارکنان جانباز مجلس تقدیر شد. زمانی برای هماندیشی به منظور کمک به جمعیت 850 میلیون نفری افراد مبتلا به سوء تغذیه در جهان. اجلاس دو سالانه سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در روم آغاز به کار کرد. در این اجلاس که به ریاست خوزه گراسیانو دا سیلوا مدیر کل فاو و با حضور بیش از 100 وزیر کشاورزی از جمله صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی ایران و تعدادی از رهبران و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو برگزار می شود، درباره امنیت غذایی و آخرین وضع تغذیه و کشاورزی در جهان و همچنین بودجه دو سال آینده این سازمان گفتگو و تبادل نظر خواهد شد. با توجه به برنامه‌های کنفرانس و اهدافی که برای این کنفرانس تعیین شده در خصوص امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی و نقش محوری که جمهوری اسلامی در این زمینه داره و حمایتی که از برنامه‌های مدیر کل ما برای دو سال آینده داریم، این کنفرانس اهمیت زیادی داره و همچنین ایران عضو مؤثری در این کنفرانس است. بر اساس تازه‌ترین گزارش فاو، هم‌اکنون در جهان 852 میلیون نفر از سوء تغذیه و گرسنگی رنج میبرند. حمید معصومی نژاد، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، روم. دلفیناریومی در کنار برج میلاد تهران. این مرکز تفریحی اولین مرکز در خاورمیانه است که در یک جای غیر ساحلی برپا شده. نخستین دلفیناریوم غیرساحلی خاورمیانه به صورت آزمایشی در کنار برج میلاد تهران چند روزی که شده فضای شاد و مفرح برای خانواده ها. امروز چه حیوانی دیدی؟ شیر آبی. چقدر جالب بود برای چه حسی داری از اینکه امروز شیر آبی رو دیدی؟ واقعا خوشم اومد. چطوره از اینکه امروز نزدیک دیدی توی تهران توی فضای برج میلاد دیدی چه حسی داری؟ حس خیلی خوبی دارم. خیلی خوبه. قشنگه. ولی نلس میترسم. میشه بهش درس بزرسن آزار نداره. من تو کتاب علومم اطلاعاتی در مورد خونده بودم ولی میخواستم از نزدیک ببینم. ولی الان که از نزدیک دیدم احساس خیلی خوبی دارم. شیرای دریایی به خاطر هوش خوبی که دارن خوب آموزش میبینن و با انسانها ارتباط خوبی رو برقرار میکنن. فکر میکنم اینم بچه خودمه و به همون اندازه بهش محبت میکنم، جاش تمیز میکنم، غذای خوب بهش میدم، مراقبت ازش میکنم. این حیوان الان حدودا 3 ماه هست که تحت آموزش قرار گرفته و به همین قشنگی که دیدید کاراشو انجام میده. تو این دلفیناریوم شیرهای دریایی کارهای مختلفی مثل نقاشی کردن و شیپور زدن رو نمایش میدن. نمایش شیرهای دریایی همه روزه از ساعت 19:30 در ضلع جنوب غربی برج میلاد برپاست. به نام خدا، سلام، شب بخیر. خواهد از فردا با ریختن موجی از سمت شمال غرب کشور روند افزایش دما در بخش‌های شمالی به ویژه یک کمی شکسته میشه. امروز مهرآباد حداکثر دماش به 35 درجه بالا به 35 درجه بالاتر نرفت. قطعاً چشم‌پوشی از وجود این ذرات معلق در هوا این عدد میتونست درشت‌تر هم بشه. انتظار داریم از فردا کم کم همزمان با ظهور ابر برای مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همچنین استان اردبیل بارندگی اتفاق بیفته و این رخداد رو تا روزهای پایانی هفته به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب خواهیم داشت. در شرق کشور یعنی شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی بازم طبق معمول این موقع از سال وزش باد و گرد خاک پدیده غالب خواهد بود. میرجاوه و همینطور کجا بود؟ نهبندان جایی هستند که همین الان شرایط رو مردمش دارن تجربه میکنن. کشاورزا در شمال شرق کشور یعنی خراسان شمالی و خراسان رضوی
با خبر باشین که شرایط جوی برای برداشت محصول سیر و محصول عدس مهیاست و برای اینکه سیفی و سبزیجات شما با تنش روبرو نشن توصیه میکنیم آبیاری رو به شکل منظم انجام بدین. در منطقه لایه جنوب شرق کشور افزایش ابر رو خواهیم داشت. در آبهای خلیج فارس با زیادتر شدن میزان تندی باد آبها مواج بودنش تداوم خواهد داشت و این برای سکانداران شناورهای سبک به ویژه از نوع تفریحشون که بدون شک این روزها بازارشون خیلی داغه بسیار مهمه که حتما با حواس جمع انشالله جا به جا بشن. در جنوب غرب کشور یعنی استانهای کرمانشاه هم تا غرب کرمانشاه، ایلام، خوزستان و حتی بوشهر وجود گرد و خاک انتقالی موجود در هوا مهمترین رویداد جوی در اون مناطق هستش. بدترین وضع از این بابت امروز از بستان، از امیدیه، شوشتر، لالی و همینطور سر پل زواب که همیشه پای ثابت هستش گزارش شد. نوسانات دمایی در ابو موسا بین 29 تا 36 درجه است و اما اولسان یعنی بندری که فردا قرار بازی ایران کره انجام بشه هواش سه‌شنبه بارونیه، تغییرات دمایش بین 20 تا 26 درجه است و این خیلی به نفع ماست چون که نسبت به روزهای قبلش از گرما و شرجی بودنش کاسته میشه. تا فردا شب. خب به همراه آقای زکایی هستیم و اخبار ورزشی. خیلی متشکرم از شما. به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. تیم ملی فوتبال کشورمون در آخرین دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 ساعت 16:30 دقیقه فردا در اولسان به مصاف کره جنوبی میره. ملی پوشان ایران در این بازی با لباس سفید برابر کره قرمز پوش قرار میگیرن. سرمربیان دو تیم امروز در نشست خبری شرکت کردند. سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی یک روز قبل از رویارویی شاگردان خود در میدان مسابقه رجزخوانی کردند. تو تمام انگیزه اینجا حضور داریم تا بتونیم فردا مسابقه خوبی رو شاهدش باشیم و فوتبال خوبی رو بتونیم ارائه بدیم و بتونیم در کنار تیم ملی کره صعودمون رو به جام جهانی قطعی بکنیم. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سوالی درباره علاقه اش به ایران گفت: ایران خانه دوم و خانواده من است. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران گفت: این یک رسم ایرانی است که برای رقیبان خود گل می‌بریم و ما فردا برای تیم ملی فوتبال کره جنوبی گل خواهیم آورد. کیروش از به کار بردن واژه انتقام در فوتبال در رسانه‌های کره جنوبی به شدت انتقاد کرد و گفت: ما فقط در میدان فوتبال با تحرک و عرق ریختن پاسخ حریفان را می‌دهیم. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم در این کنفرانس خبری گفت: میدانم بازی سختی است ولی با انگیزه تمرین کرده ایم و فقط به صعود فکر میکنیم. من برای کشورم بازی میکنم، جونم گریه میکنم، جونم هم میدم واسه بازی تیم ملی، واسه فوتبال کشورم و این برام یه افتخاره و به نظرم بازیکن باید فوتبالش رو بازی کنه، زیاد نیازی نیست صحبت کنیم. چوی کانگ هی سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی هم حرفهای بی‌ادبانه خود را درباره ایران پس گرفت و ادعا کرد سخنانش آنگونه که در رسانه‌ها مطرح شده نبوده است. سرمربی تیم ملی کره جنوبی با اذعان به دشوار بودن مسابقه با ایران گفت: تیمش برای شکست ایران آماده است. همه ما منتظریم که فردا ملی پوشان فوتبال جمهوری اسلامی ایران در همین زمین برابر تیم ملی فوتبال کره جنوبی قرار بگیرند. محمد کاظم روحانی نژاد، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. قایقرانان آبهای خروشان کشورون هم در مراغه خودشون رو برای مسابقات آسیایی و جهانی آماده می‌کنند. در هشتمین اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای خروشان 8 قایقران حضور دارند. این تمرینات به منظور آمادگی بیشتر اعضای تیم ملی برای مسابقات جهانی و آسیایی در پیست آبهای خروشان مراغه در حال برگزاریه. ما 5 تا اردو قبل از سال داشتیم. این سومین اردومونه بعد از تحویل سال
تأمینات خیلی عالیه. ما هم داریم سعی خودمون رو میکنیم که تأمینات رو به نحو احسن انجام بدیم. این تمرینات تا 4 تیر ماه ادامه خواهد داشت و اعضای تیم ملی برای مسابقات جهانی چک که شهریور ماه برگزار میشه آماده میشن. سومین اردوست که در سال 92 برگزار میکنیم و آمادگی عمومی بچه‌ها که ما الان روش کار میکنیم، حوازی و قدرت بدنیشون رو به رشد است. 8 نفر در تمرینات ما حضور دارن، 2 نفر از بهترینشون برای مسابقات جهانی میرن، اما برای مسابقات آسیایی هر 8 نفر اگر خدا بخواد و توانمندیشون خوب باشه اعزام خواهند شد. موتور سوار کشور میزبان در مسابقات جایزه بزرگ اسپانیا قهرمان شد. در کلاس موتو جی پی رقابت‌های کاتالونیا، خورخه لورنزو و اسپانیایی تیم یاماها با زمان 43 دقیقه و 6 ثانیه و 47 صدم ثانیه زودتر از 2 هموطن خود از تیم هوندا، دنی پدروسا و مارک مارکز به خط پایان رسید. لورنزو سالهای 2010 و 2012 هم در کاتالونیا به قهرمانی رسید. این بود خبرهای ورزشی این بخش خبری. فردا سه‌شنبه 28 خرداد 1392 هجری شمسی، 9 شعبان المعظم 1434 هجری قمری و 18 ژوئن 2013 میلادی است. اذان صبح در تهران ساعت 4:02، طلوع آفتاب 5:48، اذان ظهر 13:05 و اذان مغرب ساعت 20:44. نیمه شب شرعی 12 بامداد خواهد بود. در پایان عناوین اصلی را بازگو می کنم. اولین کنفرانس خبری حجت الاسلام و المسلمین، دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب. مشی اعتدالی دولت، اولویت حل مشکلات معیشتی مردم، رونق تولید، رد تعلیق غنی‌سازی و شروط ایران برای آمریکا. اگر احساس بشه حسن نیتی وجود داره زمینه متفاوت خواهد بود، اما همه باید بدانند که دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد. نشست سران گروه 8 در ایرلند شمالی زیر سایه بحران سوریه. روسیه اجازه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را نخواهیم داد. روسیه اقدام به ارسال سلاح برای دولت مشروع سوریه میکنه و این ارسال در تطابق کامل با هنجارها و قوانین بین المللی. ارتش را به خیابانها میفرستیم. دولت ترکیه تهدید کرد با فرستادن ارتش هم که شده معترضان را سرکوب خواهد کرد. به سازمان دهندگان اعتصاب امروز هشدار می‌دهم که اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. و ایران و کره جنوبی یک قدم تا جام جهانی برزیل. فردا عصر مسابقه حساس دو قدرت فوتبالی شرق و غرب آسیا. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار. تا دیداری دیگر.